با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در برنامه 11 طلوع فجر دو جمله نقل کردم، یکی از آقای احمد فردی و یکی از آقای الکساندر گیلوویچ دوگین. در بحث ضدیت با مدرنیته، اینجا میخوام ریشه یابی کنم این دیدگاه رو، دیدگاه آقای احمد فردید رو میخوام ریشه یابی کنم، چون ایشون پیشکسوت آقای دوگین محسوب میشه. ایشون پیشکسوت دیدگاه غرب ستیزی به شمار میره در نظام حاکم بر ایران امروز و همپیمان این نظام یعنی روسیه. آقای فردید با غرب خصومت میورزه، یعنی خودش رو یک غرب ستیز تعریف میکنه، علی رغم اینکه آقای فردید خودش رو یک متخصص در زبانشناسی، در تاریخدانی، در فلسفه‌دانی و یک تئوریسین فلسفه با ارائه جهانبینی دیروز امروز فردا معرفی میکنه، یک تناقض بزرگ تو صحبتش هست. ایشون میگه من به صراحت و یک بار برای همیشه اعلام میکنم که من با مدرنیته مخالفم، با مدرنیته میجنگم. بنده مبارزم با مدرنیته است. ایشون رسما خودش رو سرفرمانده جنگ با مدرنیته میدونه و بعد صحبتش رو آغاز میکنه از دوران باززایش در غرب، یعنی رنسانس در اروپا. اما اینجا از مدرنیته، یعنی از ریشه شناسی تجدد و مدرنیته، ایشون دهلیزی درست میکنه و ازش عبور میکنه به سمت غرب زدگی و شروع میکنه در باره غرب زدگی داد سخن میده. این مطالبی رو که به عرض شما دارم میرسونم خود طرفدارای آقای فردی و آقای دوگین متوجهش نشدند، تا حالا متوجهش نشدند که چه ملغمه‌ای در ذهن ایشون بوده و اینها رو بر زبانش آورده و به ذهن مخاطبان خودش منتقل کرده و مخاطبانش اونها رو به ذهن شاگردانشون منتقل کردن تا به امروز. ایشون دهلیزی درست میکنه، ازش عبور میکنه، از مدرنیته و تجدد و ریشه شناسی تاریخی تجدد و مدرنیته و چگونگی ظهور اون، یک دفعه جهش میکنه، پرش میکنه، جست میزنه به بحث غرب زدگی. بعد میگه مغرب زمین خودش غرب زده است، دنیای غرب خودش غرب زده است و دنیای شرق هم غرب زده است. دنیای شرق غرب زده است و دنیای غرب غرب زده مضاعفه و این مطالب رو توضیح میده. تو تصور میکنی که شرق که تحت تاثیر غرب قرار میگیره، این شرق هست که غرب زده است؟ نه، تاریخ مغرب و تاریخ مغرب مضاعف یعنی جدید و اروپا جدید اولا و به ذات خودش غرب زده است. غرب زدگی بنابر تعریف یعنی اکسیدانتالیزاسیون یک جامعه. اکسیدانتالیزاسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد یک جامعه دچار تقلید بدون تحقیق بشن برای انتخاب سبک و مدل زندگیشون بر مبنای مدهایی که در جامعه غرب داره میگذره. این مفهوم غرب زدگیه. هر چیزی رو که در جامعه غربی رخ میده
به صورت بسیار سطحی، عارضی، ظاهری تقلیدش بکنن، ازش پیروی کنن، اون رو مدل زندگی خودشون قرار بدن. اینجا بحث هویته. یعنی مردم ایران لباس خاص خودشون رو داشتن، مردم استان لرستان لباس خاص خودشون رو دارن، مردم استان بلوچستان لباس خاص خودشون رو دارن، مردم استان کردستان لباس خاص خودشون رو دارن و غیره. رضا شاه دستور داد که همه کت و شلوار بتن بکنن و بعد دستور داد که همه کراوات بزنن. کراوات و پاپیون از غرب وارد ایران شده به عنوان یک حکم حکومتی و دستوری. مردها قرار شد که کراوات بزنند. این یه امر تقلیدی از غرب، این نمونه ای از غرب زدگیه، یعنی کاملا یه امر سوریه. اما کراوات زدن یا کراوات نزدن ربطی به تجدد نداره، ربطی به مدرنیته نداره. بسیاری از فلاسفه غربی هستند که کراوات نمیزنن، بسیاری از متفکرین غربی هستند که پاپیون نمیزنن، اهل پاپیون و کراوات و غیره نیستن، اما مخترعن، کاشفن، دانشمندن، محققن، پژوهشگرن، پژوهندن و غیره. کراوات، پاپیون و امثال زالک پیروی از مد و مدل غربیه به صورت سوری، به صورت فرمال. همون موقع آقای جلال آل احمد کتاب غرب زدگی رو نوشته بود، کتاب خسی در میقات رو نوشته بود. وقتی شما به نوع لباس پوشیدن آقای جلال آل احمد نگاه میکنید، وقتی در حلقه هایی که آقای جلال آل احمد و شاگردان آقای جلال احمد و دوستانش شرکت میکردن، خانم سیمین دانشور حضور داشتن و غیره، ایشون به هیچ وجه اینجوری لباس نمیپوشید. پیرهنی میپوشید و یقش رو میبست، یک کلاهی سرش میذاشت و بسیار عادی. یعنی نمیخواست به عنوان یک انسان مدل غربی و شیک پوش در انظار ظهور بکنه و بعد بر علیه غرب زدگی صحبت کنه. برای اینکه روشن‌تر بشه بحثم در مورد غرب زدگی، چند جمله نقل میکنم از جناب آقای دکتر نورعلی تابنده. در تمام طول مدتی که ایشون قاضی بودند، برخلاف عموم قضات کراوات نمیزدند. یک بار دادستان کل کشور مرحوم آقای دکتر علی آبادی با ایشون صحبت میکردند، گفتند آقای تابنده، من به شما پیشنهاد میکنم که از این به بعد وقتی میایین دادگستری حتما کراوات بزنید. ایشون دادیار بودن، آقای دکتر علی آبادی دادستان کل کشور بودن. جناب آقای دکتر تابنده گفتند که من میدونم که شما به کراوات خیلی علاقه دارید، من هم کراوات های خوبی دارم با مارک های مختلف خارجی. کراوات مارک لانون دارم، کراوات مارک کریستیان دیور دارم و امروز که رفتم منزل هر کدوم از اینها رو براش یه قاب جداگونه درست میکنم و اینها رو دفعه دیگه ای که اومدم اینجا در دفتر دادستانی برای ملاقات با شما همراه خودم میارم. روی صندلی که نشستم، صندلی کناری، این قاب‌ها رو قرار میدم با این کراوات‌ها درش. بعد که من با شما مشغول صحبت میشم، شما میتونید به اون کراوات‌ها نگاه بکنید. بعد مرحوم آقای دکتر علی آبادی خندیدن، گفتن نه لازم نیستش. در اینجا جناب آقای دکتر تابنده
مطلبی رو در توضیح این امر میفرمایند که من عیناً برای شما میخونم. ایشون میفرمایند کراوات نزدن من از لحاظ مذهبی نبود، چون در این باره اطلاعی نداشتم. البته این را میگویند که من تشبه به قوم فهو منهم، ولی معتقدم که اولین افساری را که رضا شاه به گردن ما انداخت برای غرب زدگی، سمبل مشخصش همین کراوات بود. البته کت و شلوار هم همینجور بود. این است که به این دلیل نمی زدم، چون به عنوان غرب زدگی صحیح نیست، ما خودمان هویت داریم. مخالفت با کراوات و با پاپیون، مخالفت با فرهنگ مدرنیته به شما میاد. مدرنیته یعنی تجربه. غرب زدگی یعنی پیروی سوری و فرمال از مدل هایی که در غرب وجود داره. انسان میتونه از اتومبیل استفاده بکنه و مخالف غرب زدگی باشه، میتونه از هواپیما استفاده کنه مخالف غرب زدگی باشه، استفاده از تلفن همراه، بهره بردن از نیروی الکتریسیته، استفاده از وسایل حمل و نقل و غیره و غیره و غیره مربوط به مدرنیته است. اینها ارتباطی به غرب زدگی نداره، اینها به زیربنای روابط اجتماعی برمیگرده. غرب زدگی مدل های سوری و روبنایی و فرماله. اینها رو آقای فردید به علت تناقض عجیبی که در ذهنش وجود داشت کاملا با همدیگه قاطی میکرد، و الان ما مشاهده میکنیم که پیروان فردید در ایران همین کار میکنن و پیروان فردید در روسیه هم همین کار میکنن، من جمله آقای دوگین. با صدای برابر بنده مبارزم با مدرنیته است. تجدد و مدرنیته و دوره جدید به هر عنوان. آقای فردید وقتی می اومد برای اینکه مخ شاگردان خودش رو بزنه و بر علیه معیارها و ارزشهای جاری در جامعه غربی صحبت بکنه، کاملا به شکل یک انسان غرب زده می اومد و صحبت می کرد. در نوع لباس پوشیدن آقای فردید می شد یک تناقض ذهنی بزرگ رو بین رفتار و گفتار این شخص مشاهده کرد. من قبلا گفته بودم که آقای فردید می اومد سر کلاس های فلسفه در دانشکده ادبیات به مدرنیته و به تجدد حمله کنه و خودش با کت و شلوار و پیرهن یقه سفید و کراوات رنگی میشست و شروع میکرد صحبت کردن. آقای فردید یک عضو از اعضای حلقه ارانوس بود. سایر اعضای حلقه ارانوس آقای هانری کوربن بود، آقای ست حسین نصر بود، آقای داریوش شایگان بود و خود آقای احمد فردی. اینها در واقع گردانندگان انجمن شاهنشاهی فلسفه بودند. وقتی که شما به آقای احمد فردید نگاه می کردید، مشاهده می کردید که ایشون یک کت و شلوار اتو کشیده آخرین مد رو به تن کرده که خط اتوی شلوار ایشون به قول معروف خربوزه رو قاچ می زد. یعنی لوک ایشون مانند یک فرد غرب زده کامل بود و بعد ایشون بر علیه غرب زدگی صحبت میکرد. با همین شکل و شمایل ایشون در برنامه های تلویزیونی آقای میبودی شرکت میکرد،
یعنی شکل لباس پوشیدن ایشون که نمونه کاملی از مد و مدل غربی بود به چشم میخورد. ایشون با این سر و وضع و لباس و کراوات شروع میکرد بر علیه نمادهای غرب زدگی کنفرانس میداد، صحبت میکرد. پس تمام مسائل با رجوع گذیر است که غرب زدگی را ترک و اون هم غرب زدگی بزاد و غرب زدگی اما دیگه غیر مضاف مثل مضاف اینجا صدر اسلام است و غرب زدگی غیر مضاف های دیگه عظمتش برای بعد و همسخانی که الان در ژاپن نمیدونی چه همسخانی با هایدگر هست، برای اینکه در این ظلمت قتل آخرین مرحله کالیگولا است بایست همچه متفکرانی پیدا بشن. نکته باریک اینه، بنده میگویم غرب هر چه ما بگوییم صورت نوعی غربی است. اولا ما بیان بیرون غربی معنویت داره یا نداره؟ غربی معنویت ندارد. حالا تمام میکنم، اجازه بدید چطور من؟ یعنی استشهاد از هر دیگه بکنم چون مسئله مهمه. میگوید مدار تاریخ 400 سال غرب از اونجا کلیسا بل خدازداییست. با کلیسا که نمیده هم شروع میکنن شهر کتابهاش کردن یه بار دیگه تکرار. حالا میگه مدار عواملی برای تاریخ، میگه میگه یکی از عوامل نشان میده بیشتر رفقاش هم کاتولیک ها هستن، رفقایی داره. خرابی از عالم غرب زده مضاعف هر چه پلیدتر شیطانی در این 400 سال تاریخ ها، 400 سال تاریخ شیطان زده است، خراب شده در تمام ادوار تاریخی و آباد شده در چه آبادی؟ در آبادی که عین در پایانش منتهی شده است به ظلم و جور و استقبال. اولا و به ظلم اروپا است که غرب زده است. از 500 سال قبل اروپا غرب زده است و بعد این غرب زدگی مضاعف است که خود اروپا ولن و به ذات غرب زده است. غرب زده این مضاعف است که با امپریالیسم و با استعمار و با استبداد مضاعف به توضیحی که خواهم داد گسترش میده میکنه در کنه. فعلا هم خب ببینیم نهضت ها میخواهند که در مقابل غرب زدگی در بیارن با قیام شروع شده در مقابل غرب و غرب زدگی و شرق. چه فرق میکنیم؟ شرق جغرافی ها هم غرب زده است. روسیه تنها با محسیس که غرب زده نمیشه، سوابق داره تا پتر کبی. بنابراین بنده بالعرض رو به ذات هست کرده مردم اروپا رو هست تا اونجایی که تحت تأثیر مردم نیلامه آجدی قرار نگرفتند و تا اونجایی که همون ارتباطشون به مسیحیت حقیقی مخصوصا قطع نشده در زندگی، خوب اینها نمیشه باید گفت که به تفسیر و به ذات غرب زده بوده و هستند. اما عزیزان مخاطبان گرامی، غرب زدگی و مدرنیته دو مقوله کاملا مجزا و منفک و متمایز از یک دیگره. درسته که نهال تجدد و مدرنیته در خاک غرب ریشه دونده، درسته که با کشف قاره امریکا توسط کریستوف کولومب آغاز شده، درسته که با زمین زدن سیطره دوران انکیزیسیون دین سالاران کلیسایی و نقطه پایان نهادن بر دوران مخوف سیاه و وحشت آمیز قرون وسطا مدرنیته پا گرفته و رشد و نمو کرده تا به امروز و اینها در غرب آغاز شده و در غرب انتشار و گسترش پیدا کرده،
ولی ربطی به غرب زدگی نداره، چون غرب زدگی یه امر 100% سوریه، یعنی فرمال، یعنی پیروی از مد و مدل غربی، هیچ ربطی به تجدد و مدرنیته نداره. بحث مدرنیته و بحث غرب زدگی از همدیگه جداست. بی‌نیاز شدن انسان برای حمل و نقل از حیوان و از جانور، از اسب، از الاغ، از یابو، از قاطر، از فیل و غیره، اینها توسط اختراعات و اکتشافاتی که در مغرب زمین به وقوع پیوسته و الان همه مردم دنیا دارن از این روش استفاده میکنند. این اتومبیلی که همه سوار میشند و باهاش تردد میکنند، تمام ترانسپورت ها انجام میشه، حمل کالا انجام میشه، هواپیماها، قطارها و غیره، اینها همه در سرزمین مغرب اختراع شده، به وجود اومده. این ربطی به غرب زدگی نداره، این مدرنیته است. تمام اختراعات، تمام اکتشافات، ارتباط و اتصال به فضا، اینا ربطی به غرب زدگی نداره. اولا و به ذات اروپا است که غرب زده است. از 500 سال قبل اروپا غرب زده است و بعد این غرب زدگی مضاعفه است که خود اروپا اولا و به ذات غرب زده است. غرب زده این مضاعفه است که با امپریالیسم و با استعمار و با استبداد مضاعف به توضیحی که خواهم داد گسترش میده میکنه در کرک. غرب زدگی یه مقوله‌ای که کاملا سوری و فرماله، به زیربناهای فکری و اندیشه فلسفی بر نمیگرده. دکارت یک غرب زده نبوده، مغرب زمین دچار غرب زدگی نبوده. اتفاقاتی که در غرب به وقوع پیوسته و تحولاتی که در جامعه بشری در غرب به وقوع پیوسته، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1940 که بزرگترین دستاورد انسان در قرن بیستومه، این ربطی به غرب زدگی نداره. اینها ارزش‌های انسانیه که مورد قبول جهانه. دستاورد مدرنیته شناخت جایگاه انسان در جهانه. شناخت فرهنگ مدرنیته مبتنی بر درک اعماق اعلامیه جهانی حقوق بشره، تعریفی که از بشر توش داده میشه و حقوق لاینفک از بشر. بحث هویت ملی و دفاع از هویت ملی و از ارزش‌های ملی ربطی به باز کردن جامعه بر علم و تکنولوژی و جهان مدرن نداره. پیشرفت عقل ابزاری، استفاده از تکنولوژی برای ایجاد ارتباطات فرامرزی بین آحاد جامعه بشری، این دستاورد مدرنیته است، دستاورد تجدده. آقای دوگین در پی آقای فردید و با ارجاع و رفرانس به فردید میگه که ما با مدرنیته، روسیه با مدرنیته میجنگه، کلیسای ارتدوکس با مدرنیته میجنگه، با غرب که زادگاه مدرنیته است میجنگه، چون مدرنیته معادل و مساویست با شیطان، با دجال، ما باهاش میجنگیم. شما با چی دارین با مدرنیته میجنگید؟ شما هم مرز اوکراین بودین و شروع کردین با اوکراین جنگیدن؟ با چی؟ با موشک، با پهباد، با سیستم های پیچیده الکترونیکی و راداری و غیره. اینا دستاورد چیه؟ دستاورد کلیسای ارتدوکسه یا دستاورد مدرنیته است؟ شما دارین از مدرنیته استفاده میکنین، بعد میگی ما با مدرنیته داریم میجنگیم، مدرنیته شیطان. خود شما خودتون دارین از مدرنیته استفاده میکنین. ما به ظهور اول مسیح و ظهور دوم اعتقاد راسخ داریم.
ما معتقدیم که پیش از ظهور دوم مسیح یک جریان ضد مسیحی ظهور پیدا میکنه. یعنی در همه زمینه ها شاهد انحراف خواهیم بود و اینکه جهان دچار آشوب و تلاطم میشه. ما در چنین دنیایی زندگی میکنیم و دشمن مسیح و خدا و کلیسا در تمدن و تفکریه که از ابتدای ظهور مدرنیته دینو نفی کرده و همین نگرش سبب شکلگیری دنیای مدرن شده. دنیای مدرن محصول جریان ضد مسیحه. غربم مهد جریان ضد مسیحه. پس میبینیم که نگرش آخرالزمانی یک اعتقاد اساسی در مسیحیت. تبلور شیطان از نظر معادشناسی نوعی عینیت یافتن رویکرد دینی ما درباره جهانه، چون ما میتونیم در خانه و دنیایی متفاوت زندگی بکنیم. روسیه به عنوان قدرتی است که تلاش میکنه دنیا رو متوازن کنه. روسیه بر ضد تهاجم غرب واکنش نشون میده. متفکران مهم ایرانی وجود دارند. احمد فردید برای این روند یک نام گذاشت، یعنی جریانی که روسیه با اونها میجنگید. فایز ایت از وکستر غرب زدگی. این روند غرب زدگی نام داره. ما غرب زدگی رو نوعی از چالش برای هویت خود میدانیم. ما بر ضد غرب زدگی مبارزه می کنیم. As a kind of challenge to our identity and we are fighting against that. من نماینده روسیه هستم که با وضعیت معاصر سازش نمی کنه. من نماینده روسیه مقدس و ارتدوکس مسیحی و معنوی هستم که سنت خود رو دنبال می کنه و تلاش می کنه از هویت خود در مقابل هژمونی مادیگرایی، اهریمنی و شیطانی آمریکا دفاع کنه. من ترغیب کننده و مشوق هر گونه روندی هستم که مخالف هژمونی آمریکا، روابط نزدیک با ناتو و مخالف با ضد مسیح و دجال باشم. منطقی است که من خود را دشمن غرب آمریکایی توصیف کنم که هژمونی تهاجمی ضد تقدس و ضد سنت. جهان مدرن جهان اتصال انسان به فضاست، به کشف دروازه‌های ناپیداست، به پاسخ دادن به معمای هستیه، به پاسخ دادن به آفرینش جهانه، به راز آفرینش جهانه، به راز کیهانه. اینها دستاوردهای مدرنیته است. شما میخواین غرب ستیزی خودتون رو به حساب جنگ با دجال و جنگ های صلیبی آخر زمانی بذارین و پای کلیسا و پای امام زمان و پای ظهور مسیح و امام مهدی و بهرام ورجاوند و غیره رو توی این میدون باز بکن. اما از طرف دیگه رهبر نظام حاکم بر ایران هم میاد علیه مدرنیته و تجدد موضع گیری میکنه. از یه طرف ایشون میگه که مخاطبین بریم و در فضای مجازی هشتگ سازی بکنید که این اعتقادات ولایت فقیهی رو به جهان انتشار بدید. از یه طرف میگه که ما با مدرنیته مخالفیم و میجنگیم، مدرنیته انسان رو بدبخت کرده، مردم رو در مغرب زمین بیچاره کرده. این هشتگ سازی و فضای مجازی و استفاده از فضای اینترنتی و سایبری، اینها که در طبیعت وجود نداشته، اینا دستاورد مدرنیته است. شما میخوای از مدرنیته استفاده بکنی و در عین حالم میگی ما با مدرنیته میجنگیم. بعد شما اسلام رو در برابر مدرنیته میذاری، میگی جهان غرب زادگاه مدرنیته است، زادگاه تجدده و روابطش غیر انسانیه، چنین چنان نمونه هایی میخوای ارائه بکنی، اما اسلام چنین و چنان و مترقی و غیر مزاده. آقا مدرنیته در تقابل با اسلام نیست. مدرنیته یعنی تجدد در تقابل با تهجره، نه با اسلام. تهجر یعنی واپسگرایی،
تهجر یعنی چسبیدن به دیروز و بستن راه فردا. شما اومدین 43 ساله میگین ما به عنوان مرد باید تعیین کنیم که زنها پوشششون در جامعه چه جوری باشه. این عادلانه است؟ کی به شما این اجازه رو داده؟ اسلام و قرآن این اجازه رو نداره. شما استفاده ابزاری دارین از دین میکنید و دین بدنام میشه اینجا. استفاده ابزاری از دین رو شما دارین به عنوان دین جا میزنید. شما ها اومدین بحث سنگسار رو به نام یه امر دینی مطرح کردید و یه عده تو ایران به دست یه عده دیگه ای کشتید. این ربطی به دین نداره، ربطی به قرآن نداره، ربطی به اسلام نداره. شما از یک ور روابط انسانی رو در جوامع غربی میگید روابط زن ستیزانه است، اما کدوم کشور غربیه که داره مردش برای زنش تعیین میکنه که چه لباسی تنش کنه؟ این شمایید که این کارا رو کردید. چرا از اسلام دارین مایه میذارین؟ آخه وقتی میخواین با غرب ستیزه بکنید باید غرب رو بشناسید. اول نمیشناسید. شما ملغمه ای درست میکنید بین مدرنیته و تجدد و غرب زدگی. غرب زدگی ربطی به مدرنیته و تجدد نداره و غرب ستیزی ربطی به اسلام نداره. شیخ فضل الله نوری نماینده دیدگاه تهجرگرایانه بود، اینجوری اسلام رو تعریف میکرد. میگفت زنان نباید درس بخونن، نباید برن مدرسه و غیره و غیره از این صحبت ها. میگفت حکومت باید در دست شارع مقدس باشه و آخوند نماینده شارع مقدسه، پس حکومت باید مشروعه باشه. این دیدگاه تهجرگرایانه رو داشت و دیدگاه خودش رو به نام اسلام عرضه میکرد و میگفت من فقیهم، من حاکم شرعم و شماها سفیهین و نمیتونین رو حرف من حرف بزنین، باید از من تقلید بکنین. اما آیت الله محمد حسین نائینی کاشف الغطاء که خودش فقیه بود اومد به ایشون گفت نه آقا شما این حرفایی که میزنید بی ربطه، بی خوده، شما یه آدم متهجر هستی. بحث بحث جامعه است، بحث بحث قانونه، حکومت قانون و قانون هم یه اصولی داره، حکومت قانونی هم یه اصولی داره. مبتنی باید باشه بر تفکیک قوا، قوه مجریه باید زیر نظارت نمایندگان مردم باشه و نمایندگان مردم در انتخابات آزاد با رجوع به صندوق رأی تعیین میشن و در مجلس شورا جمع میشن و قانون تقنین میکنن. و آیت الله نائینی گفت اینا همه در غرب وجود داره و ما الان داریم اینا رو از غرب میگیریم، اما غربیا اینها رو پیش از ما از حکمای الهی اخذ کردند و بیان کردند و به کار بستند. و وقتی به قرآن مجید هم رجوع میکنیم، این مطالب در قرآن مجید هم هست، ولی ما به علت تهجرگرایی نخواستیم قبول بکنیم چون دیدیم که منفعتمون اقتضا نمیکنه. آیا شما میتونید بگین که آقای آیت الله کاشف القتا صاحب کتاب تنبیه الامت و تنزیه الملت غرب زده بود؟ نه، ایشون غرب زده نبود. ایشون نه غرب ستیز بود نه غرب زده بود. ایشون دنبال حکومت قانون بود و این کتاب آیت الله نائینی توسط چه کسی بازنشر شد؟ توسط مرحوم آیت الله طالقانی، از اعضای هیئت مؤسس نهضت آزادی، یکی از میلیون شریف و بزرگ ایران، صاحب کتاب تفسیر پرتو قرآن،
پس شما دیدگاه خودتون ناقصه. آقای فردید این حرفا رو اومده اختراع کرده، این حرفا رو زده. آقای دوگین اومده داره اون حرفها رو باز تکرار میکنه و بر این مبنا اومده میگه ما باید جنگ آخر زمانی را بندازیم برای که غرب رو نابود بکنیم و از بین ببریم، چون غرب ضد مسیحه، چون غرب دجاله. وقت آقای پاسدار سلامی هم در ایران میاد میگه ما ایران الان در مرکز و کانون یک جنگ عظیم جهانی قرار داره. کشور امروز در معرض یک جنگ جهانی عظیم است. توجه کنید عزیزان، همه آرایش سیاسی قوای کفر و شرک و نفاق و الحاد از سراسر جهان با مزدوران و سرشاخه های داخلی خود که معدود انسانهایی گمراه و فریب خورده هستند، به جنگ انقلاب شکوهمند این ملت، به جنگ امنیت این ملت، به جنگ وحدت ملی آمده است. وقتی در افق و در دوردست به این سپاه دشمن نگاه می کنید، در صحنه سیاسی آمریکا، اسرائیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، آل سعود، اینها را دقیقاً می‌بینید که با رسانه‌های فتنه انگیز و تفرقه افکن و دروغ پرداز خود در صدد نفوذ به دنیای قلب و ذهن جوانان این سرزمین هستند. پهباد درست می‌کنه صنایع نظامی ایران و در اختیار روسیه میذاره برای اینکه کارخونه های برق رو در اوکراین منهدم بکنن و شهر و شهرها رو در سرما و تاریکی غرق بکنن، چون میگن ما باید با مدرنیته بجنگیم. یعنی در واقع برگردوندن جهان به اوبسکورانتیزم، به ظلمات مطلق. یعنی آقای فردید هرچی میگه واژگونه سخن میگه، فقط تکنیکش در جا انداختن وارون گویی هاش اینه که اونها رو دائم تکرار میکنه به عنوان یه استاد به شاگرد، و اون وقت نتیجهش این میشه که داریم میبینیم 43 سال دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. آقای فردید از دیدگاه اسلام حرکت نمیکرد، این چیزها رو میگفت، از دیدگاه هایدگر حرکت میکرد. این خط و خطای بزرگ فردید و فردیدگرایان به بهای گزافی برای استقلال، آزادی و امنیت اجتماعی در ایران تمام شد. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز و به خدای بزرگ بسپارید.